سلام علیکم، خیلی مخلصیم، حالتون چطوره؟ و بالاخره قلاب برنامه چه خبر رفت سراغ جوکر، اونم فصل دوم گروه بانوان. پس بدون حرف اضافه لایک با چشم بسته و انگشت زدن رو دکمه حساب فراموشتون نشه. بریم و بیایم ببینیم تو جوکر چه خبره. قبل از اینکه جوکر بانوان شروع بشه، همیشه دیدگاه و نظرم این بود که خانوم ها نسبت به آقایون طنز ضعیف‌تری دارن. حداقل تو سینمامون همچین چیزی ثابت شده بود و همش با خودم میگفتم که این بنده خداها خب کاری نمیتونن بکنن، دست و بالشون بسته است و احتمالاً برنامه خیلی لوس و بی‌معنی میشه. اما قسمت اول جوکر کاملا نظرمو عوض کرد و ثابت کرد بهم که بله، از نظر ابتکار و طنازی بانوان کمدیانمونم میتونن حرف برای گفتن داشته باشن. و همینجا کار میخوام یه تشکر بکنم از همه عواملی که در ساخت جوکر دست داشتن، به خصوص احسان علیخانی که صدای خنده خانوما رو توی ایران با جوکر دو رواج داد و عقب نشینی نکرد. این عقب نشینی نکردنش یعنی یه مبارزه تمیز فرهنگی. سراغ نکات مثبت جوکر بانوان که این قسمت رو میخوام با یه جمله شروع کنم. شنیدیم میگن آدم ها تو محدودیت ها ستاره میشن. این دقیقا مصداق بارز اتفاقی بود که تو جوکر دو گروه بانوان افتاد. پس رمز اصلی موفقیت فصل خانوما توی جوکر چی بود؟ دور بودن از شوخی ها و کلیشه های جنسی و سخیف که ماحصل این کار باعث شد که پلیرها بتونن از خلاقیت خودشون به بهترین شکل ممکن استفاده بکنن. مسئله بعدی این بود که اکثر پلیرهایی که تو فصل دوم دیدیم برای جوکر تایمشون یه برنامه ای داشتن. در مورد برنده این فصل باید بهتون بگم که دروغ چرا، ناهید مسلمی عالی، اما من شخصا دوست داشتم سوسن پرور برنده میشد. با این حال خوشحالم که حداقل نشان جوکری به ایشون رسید. اما میخوام به یه موضوع اشاره کنم که خود خانم سوسن پرور وقتی که در واقع تندیس جوکر رو گرفت بهش اشاره کرد، گفت چقدر سخته برای اونی که زن باشه و باید بخندونه. بله، در این سیستم واقعا کار سختیه و واقعا این موضوع رو به نظرم لازمه که یکم بست و گسترش بدم، حتی یه ذره بزرگتر در قالب بازیگرهای خانممون در فیلم و سریال ها. ببین، در سال گذشته یه فیلم خیلی خوب توسط دو تا از دوستا و همکارای عزیزم، بهداشت صنایعی و مریم مقدم ساخته شده به اسم کیک محبوب من. دو تا بازیگر عزیز توی این فیلم بازی میکنن، سرکار خانم لیلیه یا لیلی فرهادپور و اسماعیل مهرابی عزیز. خانم بازیگرمون بعد از اکران این فیلم توی برلین دیگه انگار یه جورایی اجازه ورود به کشور رو ندارن، یعنی شاید ممنوع ورود نباشن اما اگر بیان دیگه ممنوع خروج میشن، با توجه به حجابی که رعایت نکرده بوده. اما اسماعیل خان و مهرابی بزرگوار همین الان که دارم با شما حرف میزنم توی تلویزیون شبکه 3 دارن سریال بازی میکنن. اصلا دنبال مسائل جنسیتی نیستم، ولی به عنوان یک شهروند این تفکیک جنسیتی رو اصلا نمیفهممش. این جمله رو صرفا بهتون گفتم که جمله سوسن پرور تاثیرش براتون بیشتر باشه و بدونیم که چقدر کار سختی بوده این جوکری که ساخته شده و پخش شده و آدمها و پلیرهایی که باید با تمام محدودیت‌ها ما رو میخندوندن. این مرحله اولیه که سخت بوده همه اینا. حالا میریم سراغ نکات منفی که با وجود این محدودیت ها بازم انتظار داشتیم رعایت بشه ولی نشد. اصل دوم رئالیتی شو جوکر و به خصوص گروه بانوانش برای من مخاطب در قضیه این که در واقع بتونه منو بخندونه تا حدی موفق عمل کرد. اما مسئله اینه که بیش از اندازه به ما گرا میرسه که این برنامه هماهنگ شده از همه چیزش. این هم خوبه هم بده. چرا بده؟ برنامه از قالب رئالیتی شو بودن در اومده، همه چیز حساب کتاب شده شده، همه چیز سناریو نویسی شده. و این وقتی بده که ما متوجه میشیم همه باید اول کارت زرد رو بگیرن بعد برسیم به قرمزه، یا اینکه از قبل برنامه ریزی شده که کی اول در واقع جوکر تایمش رو اجرا کنه، کی دوم، کی آخر. اینا همش باید رئال باشه، یا بهتره بگم که بداهه باشه، که تاثیرگذاریش رو شرکت کننده و من مخاطبی که تو خونه نشستم چند برابر بشه. حالا جهت مثبت و خوبش چیه؟ پلیرامون باید برن بگردن پیدا بکنن سناریو یا برنامه ریزیایی که بتونن آدمهای توی دل برنامه و مخاطبای توی خونه رو بیشتر بخندونن و برای مشورت گرفتن از این قضیه باید برن سراغ کی؟ نویسنده های برنامه. چون قطعا نویسنده های برنامه
با توجه به اینکه دست و بال خانوما و محدودیتاشون بیشتره، بیشتر واقفن به این قضیه که آقا محدودیت‌ها چی است، خطوط قرمز چیه. اینا همش خوبه و جهت مثبتی که میتونیم به این اتفاق هماهنگ شده نگاه بکنیم. اما مسئله میدونید چیه؟ همه این هماهنگیه اگر منجر به این بشه که من مخاطب توی خونه بیشتر بخندم، نکته مثبته. اما وقتی همه این هماهنگی ها در 6 قسمت گروه دومه، فصل دوم جوکر که گروه بانوان باشه، نتونسته من مخاطب رو بیش از اندازه بخندونه یا در تمام 6 قسمت یک لول رو داشته باشه، پس چی میشه؟ میشه نکته منفی. حالا یه جنبندی بکنم این حرفمو. پس بخش ریالیتی شو جوکر با وجود اینکه هماهنگ شده است، اما برایند این هماهنگ شدنه منجر به اتفاقای خنده‌دار بیشتری نشده، پس نکته منفیه. حالا میرسیم به بخش مسابقه جوکر که اصلا شک نمیگیره به دلایل مختلف. دلیل اول اینه که آدم اضافی و آدم بینمک تو این جمع وجود داره. اگر این اکیپ دوستانه‌ای بود که رفته بودن توی جنگل یا توی طبیعت، ما میگفتیم لایک. ولی وقتی اسم مسابقه میاد روش، دیگه اتفاق رقم نمیخوره. یعنی وقتی مسابقه است، همه باید هم لول باشن دیگه. خب نیستن، یکی داره خیلی تلاش میکنه برای اینکه بقیه رو بخندونه، یکی ساکت یه گوشه نشسته سرش انداخته پایین. خب این مسابقه نیست. مسئله دوم چیه؟ چرا احسان علی خانی باید جایزه نفر اول همش اهدا بشه به یه خیریه؟ ببین لایک خیلی کار مثبتیه که تو داری در واقع کار خیر انجام میدی، به آدمهای نیازمند کمک میکنی، اما رقابت رو از کار گرفتی. 8 نفر میان جمع میشن، چند ساعت باید سعی کنن که بقیه رو بخندونن، خودشون نخندن، که حالا وقتی پیروز میشن هیچ چیزی هم آیدی براشون نداره. خب رقابت عملا تو خودش کشته میشه و اتفاق نمیفته. این مسئله خوبی نیست. چیزی که تو فصل اول رعایت شده بود، شما به برنده ها میگفتی آقا شما 200 میلیون 100 میلیون 50 میلیون برنده شدی، هر چقدرش رو میخوای میتونی به یک مؤسسه خیریه کمک بکنی، هر چقدرش هم خواستی برای خودته. دلیل سوم اینه که آقای گرداننده ارفاقای بیش از حد میکنه و مسابقه رو از حالت عدالتش خارج میکنه. وقتی سرکار خانم نرگس محمدی در طول کلی میخنده و شما نمیبینی خنده ها رو تا قسمت 4 که حذفش بکنی، پس یعنی عدالت تو این برنامه وجود نداره، پس این برنامه مسابقه نشده. و حالا دلیل چهارم هم اینه که چرا باید این برنامه در طول 6 ساعت ساخته بشه. آقا این مسئله عجیبه، من نمیتونم باور کنم. اگر این هنرمندا، این 8 نفر مثلا تو 2 ساعت اول خندیدن، نباید حذف بشن؟ باید حذف بشن دیگه. یعنی همین جای کار باز عدالت وجود نداره، پس مسابقه ساخته نمیشه و تو همه تلاشت رو اینه که 6 ساعت باشه. یه مثال ساده میخوام بزنم چون ذهنم یه کوچولو مریضه. فصل اول جوکر که 1400 پخش میشد، هر گروهش 4 قسمت بود. فصل دوم گروه اول 5 قسمت بود و حالا فصل دوم گروه دوم شده 6 قسمت. به تعداد تبلیغات توجه میکنید؟ هر برنامه چندین تبلیغ داره تو فیلمو. و اینجاست که من میگم آقا خیلی زرنگی، خیلی زرنگین، تایمو بیشتر میکنین که بیشتر پول در بیارید دیگه. یعنی مسئله ای که وجود داره دقیقا همینه. ولی اگر این برنامه تایم نداشت، من واقعا دارم میگم از ته قلبم، حاضر بودم 3 قسمت 1 ساعته رو با تمام وجودم ببینم و حتی 12 قسمت 1 ساعته هم ببینم، اما این 6 قسمتی که حتما باید تو 6 ساعت بره جلو، یعنی به ذهن من میگه ببین همه چی هماهنگ شده است، همه دارن تلاش میکنن برای اینکه بیشتر گروه پول در بیاره. و مسئله‌ای که وجود داره اینه که خب برنامه سازی باید پول در بیاد. بله دوستان عزیز من، شما نمیتونید یک ون داشته باشین بعد انتظار داشته باشین که اندازه یک قطار مسافر بزنی. ببین نمیشه، تبلیغات هم گنجایش داره، از حدش که بگذره من مخاطب برام آزاردهنده میشه این برنامه. نکته منفی بعدی اینه که شنیدی میگن از اون ور بوم میفته، دو تا اتفاق تو این برنامه هست که اتفاقا برای اونا باید سناریو مینوشتن ولی این کارو نکردن. یکیش وجود زامبیاست. آقا زامبیا به مرور خلاقیتشون کمتر میشد و دیگه اصلا خنده ای درست نمیکردن. خب این بده. و مورد دوم دوئل پایانی که در واقع بین دو نفر باقی مونده اتفاق میفته، هیچ برنامه‌ای پشتش نیست، دو نفر بشینن روبروی هم دیگه، هر کی زودتر خندش گرفت. خب این که جوکر نشد که، از روز اول در واقع و قسمت اول اگه این کارو بکنی تو 10 دقیقه همشون حذف میشن.
تو چرا اینقدر به اینا فشار آوردی؟ خلاقیتاشون رو سعی کردی بیاری جلوتر، خلاقیتای خودت اومده بالاتر، ولی در پایان که تاثیرگذارترین اتفاق و لحظه یه برنامه است، بشینیم روبروی همدیگه ببینیم کی زودتر خندهش میگیره. خب برگشتیم به 50 سال پیش دیگه، چه روند مثبتی اتفاق افتاده؟ هیچی. اینجا نکات منفی هم تموم میشه. میخوایم یه سر بزنیم به توییتر، یه نظر عجیب و غریب براتون بخونم. ستاد حمایت از خورشت کرفس: من حامی حقوق زنانم، این جوکر بانوان زن ستیزانه ترین برنامه ساخته شده تو ایرانه، چون قشنگ زنا رو داره ابله نشون میده. اول اینکه این جمله اصلا خودش قشنگ نیست، ولی من فکر میکنم این دوستمون منظورش نرگس محمدی تو دل برنامه بوده. ببین چه بخوایم چه نخوایم، آدم خنگ همه جا وجود داره دیگه، درسته؟ شما نرگس محمدی رو به عنوان، اگر با احترام بگیم، یه خانوم یه کوچولو خنگ و با نمک در نظر بگیری، الیکای عبدالرزاقی هم باید بگی چقدر باهوشه، سوسن پرور رو در واقع باید بگی که چقدر آرتیسته، ژاله سامدی رو باید بگی چقدر آرتیست و باسواده، گیتی قاسمی همینجور، و و و بقیه بچه ها. خب چرا اونا رو نمیبینی؟ این یه طرف. از اون طرف مگر مرد، خودم رو اشاره میکنم، خنگ نداریم ما؟ خب داریم. اگر من یک برنامه بسازم و یک مرد یه سری کارهای احمقانه انجام بده، همه باید حمله کنن به من که چرا تو یک برنامه ساختی که مردا رو احمق نشون بدی؟ خب اون شخصیتش همینه. اگر اونو داریم، آدم باهوش هم داریم. این به نظرم بدترین نقد منفی بود که تو فضای مجازی راجع به جوکر بانوان بود و سعی کردم اینجا براتون بخونم. حتما شما هم نظرتون راجع به این توییت بهم بگین. دیالوگ ماندگارشون دیالوگ جکسون الله سن الله ناهید مسلمی بود که شاهکار بود. یعنی کوبریک اگر زنده بود و اینو میدید، قطعا نمونه ایرانیش هم میساخت. خیلی بانمک بود. و اما حرف آخر پتروس. به عنوان حرف آخر یه سوال دارم ازتون: جوکر آقایون یا جوکر بانوان، کدوم شما رو بیشتر خندون؟ و این بار شما برام بنویسین چه خبر از جوکر بانوان. خیلی مخلصیم.